سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ حال شما چطوره؟ خانم خسته نباشی. خانم شما عزیزم. شما خوبی؟ عالی. خیلی خوشحالم که در ایام عید یک بار دیگه شما رو در کنارتون هستم. مرسی. منم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. مرسی بابا. آقای سپرمند عزیزم و آزیتا جون عزیزم. خیلی دوستتون دارم هر دو. شهران جون سر سفره هفت سین به بچه‌ها عیدی چی دادی؟ والا عیدی یه آهنگ جدید بله. نه به بچه خودت دارم میگم. به بچه خودم؟ بله. مثل آقای شفاسه که 100 دلار دادی؟ 100 نه اونا بیشتر میگیرن. آقای شفاسه همه که 100 دلار میده برای هر چیز. ماشاءالله اینقدر بعضشون خوبه که احتیاج ندارم. نه حرف تو حرف نیار. در ارتباط با بچه ها چیکار کردی؟ عیدی که باید بدی دیگه. عیدی اصلا رسم میمونه. عیدی که باید من هر روز از من عیدی میگیرن. هیچ فرقی نمیکنه. پس بنابراین این شما عیدی رو دادیم. همیشه این متداوله نه در خانواده شما. دیگه از بچگی پدر مادر من لای قرآن میذاشتن. چقدر هم قشنگ بود وقتی باز میکردن میگفتن بردار عیدی. بستگی داشت اون لای قرآن چقدر پول بود. من مبلغش رو دوست داشتم. مبلغش. شما چه مبلغی رو دوست داشتین مادر؟ والا بیشتر دو تومن نمیدونم. ولی نه من اینجا عیدی خوب میدم. مرسی. پس ما بیان دیدنتون. عید دیدنی. کی میشینید خونه ما بیان دیدنتون. شما هر مورد بگید من در خدمت. خیلی ممنون. خب آقای صبرمند خیلی وقت من شما رو یه مسابقه هم نداشتیم. والا متاسفانه نمیگم کمکاری از من بود. شما گرفتاری. شاید کمکاری از من بود. دقیقاً همینطوره. گرفتاری شما. گرفتاری. گرفتاری. باور کنید بعضی موقع وقت نمیشه دوستان نزدیک آدم بله. چقدر وقت خدمتون نرسیدیم. خانم آزیتا من یه نکته ای رو در ارتباط با شهرام جان بگم. شهرام جان الان ماشاءالله خیلی آپ تو دیت و اثر نشه سالهایی که ساکن امریکا شده بود واقعا یک هنرمند خجالتی بود. جدی این خدمت رو عرض کنم، یعنی واقعا من با دشواری بعد ایشونو مجاب میکردم برای مصاحبه و مصاحبه هم که باهاش داشتم همیشه مصاحبه بسیار خوبی بود و امیدوارم که شهرام جان در سال جدید بتونیم انشاءالله که با هم هماهنگی کنیم یه گفتگوی جالبی با هم بشیم. حتما شما رو که من خیلی دوست دارم. من شما یکی از بهترین مصاحبه گرا بودید که منم همه چی رو بیشتر با شما مصاحبه گرم. بله حتما یه قراری بذاریم که بشینیم از قدیم صحبت کنیم تا اینجا. صد درصد. حالا چه گذشته؟ دقیقاً. حالا دوباره یه سوالی دیگه در ارتباط با خانواده میگم. دوست داری پرزندهای خودت راه خودتو پیگیری کنن؟ کی؟ بچه‌ها. اصلا و ابدا. اصلا. اصلا و ابدا. دلیلش؟ نه اونا دوست دارن نه من دوست دارم. خب این چه کاری ما داریم که همچین سیزناله به دل نمیزنه. نه سیزناله خیلی یه موقع ممکنه سمتونه بشه. خوبه. نه. خب من که از بچگی توی این کار بودم. من 8 سالگی رفتم هنرستان عالی موسیقی. بله. دیپلمم اونجا گرفتم هم من هم شهره و خب عاشق این کار بودم. عاشق خوندن بودیم و سازم در هنرستان باید می‌زدیم. ولی بچه‌های من اصلا تمایلی ندارم. نه خیلی هم دوست دارم که اصلا نیان زیاد توی این کارا. خب در کارهای خودشون هم موفقن. نیاز به این ندارن که کار دیگه انجام بدن و بسیار من از بچگی بچه هایشون یادم به خصوص شهرداد رو بله. چقدر دوست داشتم. دوست بچه های شما؟ بله. با کوروش من هم کلاس بودن. بله با هم دیگه مدرسه میرفتن بعد میرفتیم میومدن پیش من میموند. بسیارم پسر خوب. دقیقا. اینقدر این بچه مؤدب بود خوب. سر صبح مثلا اگر شب پیش ما میموند صبح خودش بلند میشد رخت خوابشو جمع میکرد. خیلی بچه خوب. خوانندگی هم یه چیزهایی هست که اگر تو ایران بودیم خیلی خوب بود که این کار رو من دوست داشتم همیشه. ولی خب ما الان حدود 40 سال از ایران خارج شدیم. بله. خب درسته که اینجا خوب بوده برای من ولی اگر در ایران بودیم چیز دیگه بود. برای ملت خودمون میخوندیم. الان هم برای هم ایرونی ها میخونیم ولی ایران یه چیز دیگه است. بله بله. ایران
من الان میبینم بچه ها جوان ها که در ایران هنرمند هستن برنامه میذارن، سه سانس برنامه میذارن، مردم هم میرن استقبال میکنن، همش هم سولدات میشه، منم خیلی خوشحالم. جمعیت زیادی هم داریم اونجا که میتونن این همینو میگم. شما اگه برید که 100,000 نفری پر میشه، اونا برای 80 میلیون میخونن، ما برای 2 میلیون داریم اونجا برنامه میذاریم. و به همین دلیلی که میگم که چنگی به دل نمیزنه، اگر بعد در ایران بودیم خیلی خوب. ولی ما به شما افتخار میکنیم، اگر شماها پافشاری نمیکردید و این موسیقی رو نگه نمیداشتید در این 40 سال، موسیقی از بین رفته بود. یعنی در واقع همین لس آنجلس سبب شده از اینجا شروع شد که ایرانم این بچه‌ها دوست ادامه دادن رو شما ادامه دادن و خیلی هم خوشحالم. من اکثرش رو دوست دارم، تماس میگیرن با آتیش و خواننده ها. بله، چه خوب. ولی امیدوارم که سال آینده هممون در ایران باشیم و در ایران جشن بگیریم سال آینده. شهران جان یه سوال ازت دارم. خب میدونید انقلاب انقلاب زنانه و زن زندگی آزاد، زن زندگی آزاد. I love you. بخواستم نظرتو در مورد خانم مسیح علی نژاد، گلشیفته فرانی و نازنین بنیادی، خانم نازنین بنیادی بدونم. خب خانم علی نژاد که من دوستشون دارم، گلشیفته جان رو خیلی دوست دارم، خانم نازنین بنیادی رو از نزدیک ندیدمشون ولی ایشون هم دارن فعالیت میکنن. اگر هرچی بخوام بگم کم گفتم، برای اینکه انقدر اینا فعالیتشون زیاده و انقدر زحمت کشیدن برای ایران. بله. مثلا خود خانم گلشیفته الان مرتب داره همینجور در همه جا هست، همینجور صحبت میکنه، یا خانم مسیح علی نژاد و خانم بنیادی. خب بقیه که بازم هستن که دارن انجام میدن این کار رو، ولی خب اینا در صدر جدول وایستادن و خیلی هم دارن کارشون رو خوب انجام میدن. من بهشون افتخار میکنم، بازم مرسی. میگم انقلاب خانوم هست و انقلاب جوون ها و خانوم انقلاب جوون ها. عرض کنم که در مورد خانوم گلشیفته در چندی قبل که جشنواره برلینال بود، ایشون یه سخنرانی کرد چقدر زیبا، مردم بلند شدن، اگه خاطرتون باشه مردم بله بگیم یه مایه ها بله. و مردم براش بلند شدن و مدت ها براشون دست می‌زدن بله. به خاطر اینکه اشاره کرد که من در اختیار هموطنانم هستم و برای هموطنانم جا میدن. ضمن خانم مسیح علی نژاد یادمون نره، ایشون یه خبرنگار ساده بود در ایران، خبرنگار پارلمانی بود و الان این مدارج که طی کرده واقعا در اثر اون افکار و سخت کوشی و پشتکار داشتن و زنان اینها واقعا جز زنان آزاده ایران هستن که قدم رو جلو گذاشتن و رها نکردن فعالیتی رو که جوان ها در ایران آغاز کردن. دستشون درد نکنه، دستشون درد نکنه، دمشون گرم. مرسی شهران جان. خانم عزیز حالا احوال شما چطوره؟ من بسیار، ولی شما رو میبینم عزیز تا جون ماشاءالله هر روز زیباتر میشه. مود روزن ایشون. بله بله دقیقا مود روز هست. شما چشاتون خوب میبینه. شهران جان انشالله که در شما هم عوض نشد این های سفر برای شما هم زیاد عوض نشد. نه ماشاءالله شما لطف دارید، اون عینک زیبای شما و چشم شما بدون عینک نبودم اینجوری. امیدوارم که سال دیگه همه با هم در ایران باشیم و به زودی یک مصاحبه خوب با شما حتما باعث افتخاره. یک مصاحبه یک ساعته که نه خیلی حرفا دارم، مصاحبه دو ساعت هست. دو ساعت عینکشون رو برداشتن، چه چشای خوش رنگی دارن. دقیقاً من شهرامو میشناسم، فقط دقت نکرده بودم به رنگ چشام. سه رنگ میشه ماشاءالله. بعضی موقعا چشام قهوه‌ایه ولی توی آفتاب الان سبز اصلی سبز میشه. آره الان همونطور شده مثل پسر من، مثل کوروش منم هم علی منم چشمای سبز. دلیلش چیه خانم عزیز؟ شما فکر کردین دلیلش که این چند رنگ میشه؟ نه والا، ولی هستش، ولی این افرادی که به این کتاب هست لنز رنگی داره، چششون لنزش رنگش عوض میشه. انشالله همیشه دنیا رو رنگی رو ببینیم. مرسی شما هم همچنین سال خوبی رو براتون همچنین برای شما برای شما لذت خانوادت رو ببری و همیشه باشی و ما از صدای خوشت لذت ببریم. خدمتشون سلام برسون، بچه ها رو ببوسو با امید دیدارت از اینکه با هم نشستیم و مصاحبه. قربونت برم. مرسی.
زخمی بغضه سرزمین دورم، وارث غرور و آزادی و نورم. من مسافر شبای عشق و خونم، یه ستاره توی عمق آسمونم. عمریه محکوم جنگین و برابر، با یه لشکر ابر دل سیاه و تیرم. اما با یه چیک خورشید تو چشمام، حق نورا از شب و ظلمت میگیرم. من نزانو میزنم نراهی می پای عهدم با خودم باقی میمونم. من یه عمر وارث شکست شبهام، یه ستاره توی عمق آسمونم. خاطره ها که غریفم نمیشن روشنی های نگام، شعله های نفس ها لحظه ای کم نمیشن. تا که شوقی تو صداست، عاشقی تو جاده هاست، من سر و پا تپشم، دنیا رو با ظلمتش، خونه رو با حسرتش، به سپیده می کشم. من نزانو می زنم نراهی می شم، پای عقدم با خودم باقی می مونم. من یه عمر وارث شکست شبهام، یه ستاره توی عمق آسمونم.